they love that music. Play it again for them, so I'll give them another tune. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از چهارشنبه سوری آتشینی که برق از عمامه آخوندا پروند و به سر تا پای عظما لرزه انداخت. دیکتاتور من آتش آتش ما آتش دیکتاتور من آرش آتش به آتش مرگ بر خامنه ای. این در حالی بود که آخوندها از مدت ها قبل تا تونسته بودند تهدید تبلیغ کرده بودند، حتی از این انیمیشن های مسخره هم ساخته بودن تا هر طور شده جلوی گور گرفتن این آتیش رو بگیرن. باز این ناجی ناجا آمد فرام سب کن ببینم ناجی ناجا ناجی ناجا اینجاست. پدر جان شانس آوردی که هنوز عمل نکرده. کسی به این راحتی گولتو نمیخوره. ناجی ناجا حامی شما در همه جا. تو هفته ای که گذشت مسابقه شاخزنی تو نظام بالا گرفت و کار کشید به استیضاح 3 از وزرای شیخ فری. رئیس جمهور با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6 قبل به همین وزرا رأی اعتماد دادند، این مدت را زمان کمی برای تردید در اعتماد به آنها دانسته و اظهار امیدواری کرد که این استیضاح باز هم با رأی اعتماد نمایندگان به وزرای مورد نظر همراه شود. این وزیر رفاه شیخ هم یکی از وزرای استیضاح شده بود که قبل از استیضاح اینطوری خوشمزگی میکرد. بحث استیضاح و اینا این روزا مطرح هستش، خواستن شما نگران استیضاح هستید؟ فلسفه آرام ضمیری روشن شما نگران من پیش بینی کردم تقریبا میدونم چی میشه، یا میافتم یا میمونم. نگران نیستین آقای وزیر؟ نه والله اصلا ابدا، چون من این وزارت خونه بزرگترین وزارت خونه اجتماعیه، دلم برای زیرساختایی که درست کردم برای اینکه کارها جلو بره هیچ زمانی نه برنامه فرزدایی رو من تو ما تولید کردم توی این وزارت خونه با تیممون. اما بعدش همین بلند شد رفت تو مجلس، یهو زنجیر پاره کرد و اینطوری شد. یکی دو مورد الان در مورد خانه من صحبت کردن، چون مطرح نشد نمیخواستم بگم. من خانه ای که سال 70 ساختم، خودم هم ساختم خانه رو، همون خانه رو دارم، اجاره کردم چون تنگ بود با بچه هام زندگی میکردم، جا تنگ بود اجاره کردم، رو پول اونجا اجاره 4-5 میلیون تومان گذاشتم، جای دیگر رو اجاره کردم، دخترم 2 شده بود، کوچیک بود 55 متر براش، اینم اجاره نامه خونه. رفتن گفتن این وزیر خونه 25 میلیارد تومانی خریده، تو همین مجلس گفتن ارزش خونم 4-5 میلیارد بیشتر نیست، مال با جناب آقای نجفی شهردار تهرانه. والله چرخوندن تو مجلس، میز به میز چرخوندن. همه اینها نشون دهنده گیر کردن ماشین نظام در بحران براندازیه. از طرف دیگه همه مناظره ها و گفتگوها و برنامه های آخونده هم تبدیل شده به جلسه اعتراف و مشکلی رو دست رو کنی. یه نمونه رو ببینید. الان تو کشورهای خارجی طرف مثلا ماشینشو میفروشه، اگر پولش نره تو حساب بانکی یخشو میگیرن تو این پول چیکار کردی؟ ما یه کشتی رو با دکلش گم میکنیم خبردار نمیشیم کجاست. هر کی بخواد الان این مؤسسات بانکی چه بلای سر این کشور آوردن و چقدر مردم و بیچاره رو گرفتار کردن. قوه قضاییه داره میگرده پولا رو پیدا کنه، دولت میگرده پولا رو پیدا کنه، اون آدما هم پولا رو گم کردن و ما کجا بودیم؟ این خانم دانشجو هم توی جلسه دانشجویی جواب این پزشکیان و باقی دوستهای حکومتی رو اینطوری داد. آقای پزشکیان،
پزشکیان، ابرهای امید شما فضا را تیره می‌دارند ولی هرگز نمی‌بارد. زنده باد آزادی. اینطوری که داره پیش میره به زودی اسباب و اساسی ولایت به این صورت از بیتش پرتاب میشه بیرون. مشایی هم غلط کردم گویی خامنه رو اینطوری تو جیب خودش نقد کرد. به ما میگن چرا شما توییت زدی که رهبری از مردم عذرخواهی کرده؟ نزنیم؟ یعنی اونا سانسور کردن اول خوب بود؟ ما اگه افشا نمیکردیم سانسور کرده بودن؟ سانسور. خب رهبری اگر اومدن گفتن عدالت در کشور ما مسئله داره و ما باید از مردم عذرخواهی بکنیم، من نباید اینو بیام به مردم اعلام کنم؟ مردم از این عذرخواهی نباید امیدوار باشن که پس یک حرکتی انجام میشه؟ اونی که سانسور میکنه انقلابیه؟ یا اونی که این حرف رو میاد چیکار میکنه؟ الان میشه میاره بالا. البته عظما هم از هر فرصتی استفاده میکنه تا اینجوری با این جماعت تطبیع حساب کنه. آلوده دنیا میشیم، آلوده محبت‌های بیجا میشیم، آلوده جاه طلبی میشیم، آلوده رفیق بازی میشیم، آلوده جناح بازی و حزب بازی میشیم، دلمون واژگونه میشه. از اون راه درست، از اون استقامت ابدی برمیگردیم. به این میگن گل به خودی. یکی دیگه از خبرهای هفته گذشته برگزاری گودبای پارتی جنتی لعنتی از جمعه بازار نظام بود. احتمالاً یکی از دلایل این کنارگیری خرف شدن بیش از حد جنتی بوده، به طوری که به جایی که تو جمعه بازار بسیجی ها رو نصیحت کنه بیشتر برای مردم سوژه طرز درست میکرد. مسئله آخرم مسئله سومالیه. واقعا خواب رو از چشم آدم میگیره، منظره ها وقتی آدم میبینه نمیتونه گریه نکنه، وقتی میبینه یه بچه یه سیاه سومالی عشق داره از چشمش میریزه و با این چشم شهرت میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام و کسی به دادش نمیرسه، میشه میتونه آدم راحت بشینه و بخوابه. هفته پیش توی جشنی چند تا کودک خردسال رقصیدن. از اونجایی که اقتدار نظام خیلی بادکنکیه همین حرکات موزون هم تبدیل به بحران شد. نظر من قابل انتقاده، ولی این انتقاد در حدی نیست که مثلا یک مراسم رو به طور کلی نفی بکنیم یا در مورد برگزار کنندگان اون مراسم در واقع سوء ظن یا مثلا قضاوت منفی داشته باشیم. دادستان تهران دستور داد تا موضوع تخلفات جشن دیشب برج میلاد را بررسی و برخورد لازم با هنجار شکنان و متخلفان این مراسم انجام شود. کار به اونجا کشید که بوفالوی نظام هم وارد معرکه شد و پای سوفیا لورن رو هم کشید وسط و با رقص یه ده نوجوان و دختر جوان اینها نشان دادن الگوی جامعه حضرت زهرا نیست، الگوی جامعه سوفیا لورنه. به این میگن ترس بوفالوها از پرنده ها. این ترس تو نظام تبدیل به اپیدمی شده، یعنی طوری شده که بعضیاشو کلن از منبر و روزه استفاده دادن و رفتن تو نخ پیانو. یادتونه هفته پیش
تو همین خبر تو خبر آقازاده امام جمعه ایلام درباره ماشین باباش حرف میزد. حالا نظر پدرش رو راجع به این آقازاده خرپول بشنوید. از حجت الاسلام لطفی از سبک زندگیش و برخی انتقادات به وی و البته برخی نزدیکانش و به خصوص پسرش هم پرسیدی. آقاجده فرمو من هیچ دشمنی نداشته باشه لاغای بچه هم برای من به دشمنی من کفایت میکنم. من گرفتار یه بچه نادانی شدم برم باش برخورد میکنم من شرفی دارم. شما فرمودید که برخی از روحانیون مثلا حالا تبری جستن، شما این کارو نمیکنی؟ چرا آدم کشتم از تبری وجود من داشت نامه برشان یه سایت نوشتم گفتم یه چیزی دیبندی یا خلاصه مثلا عاقد میکنم. باز هم اقتصاد مقاومتی و لوله های گازرسانی که تبدیل به آبرسانی شدن. اداره گاز ورده برای ما گاز وز کرده، این همسایه روبروی ما. از اینجا تا اینجا 5 متر نمیشه. این هم خونه ما. اداره گاز فکر کنم تو سازمان آب کار میکنه. همسون بیدنش همسون بیدنش آش کش تو گره علمک اداره گازه. این وضعیت گازه، اینم وضعیت دارو. حالا داریم نگاه میکنیم دارویی که داخلش خالیه. این کرم باز کن. اینا هایی که میبینید داروهای ایرانه، همه شون خالی هست. تو این وانفسا مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بوی رحمت بلند شده رفته دیدار دانش آموزا. بعد ببینید چی برده براشون. اطلاع دادن که قرار مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بوی رحمت جناب آقای زارعپور جهت سرکشی و بازدید از مدارس منطقه سیلاب کلوار وارد این حوزه بشه. تشریف نیاوردند و روز بعدش بسته ای را دیدیم که این هدایای مدیر کل هست. حالا اینا فرقا بیماری ها این چفش مثلا این زیر شلوار نگاه کن مشخص ما پیرمردی بوده که ما دانش آموز اوپدی داریم. چه توجیهی برای این آموز داره؟ ما این را انصافا توهین و تحقیر میدونیم. همون دست خالی میومد اینه میگفتیم هیچی نبود. یعنی هیچی توی این مملکت سر جاش نیست. یه چیزی توی این مایه ها. حالا که به اینجا رسیدیم یادی هم بکنیم از اکبر کوسه ندید بدید که برای اینکه مترو رو به اسم پسرش سند بزنه اینطوری دربارش حرف میزد. فهم کنم مترو چیه برای شما؟ اونایی که ندیدن، اونایی که دیدن که دیدن. از زیر زمین راه درست میکنن و سرعت اونقدر زیاده که بنده در ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا، آلمان سوار مترو شدم. و مخصوصا رفتم برای مترو دیدن. توی این وقتی که رفتم درهای قطار فوری باز میشه، در ظرف 1.5 دقیقه مسافران از یک طرف پیاده میشن، از یک طرف سوار میشن، حرکت میکنه. 8 و 9 واگن رو میبندن به یک قطار و تصادم نداره و با برق کار میکنه. احتمالا روز اولی که جارو برقی رو هم دیده یه چنین واکنشی نسبت بهش داشته. خواستیم بریم سراغ تیویریش، دیدیم اصلا واردش نشی بهتره. بهترین کار رو همین هموطنمون کرده. شبکه 1 آخون، شبکه 2 هم آخون، 3 هم آخون، ریمون خوری گو برست بگه، 4 آخون، 5 آخون، دامون خوری گو برست بگه، دامون خوری گو برست بگه.
در پایان توجه شما رو به یه انیمیشن موزیکال کوتاه نوروزی جلب میکنیم که یه جور رفتن به پیشواز بهاره.